سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به چنل ما خوش اومدید. ما هر هفته در اتاق 13 دور هم جمع میشیم و در مورد یه موضوع واقعی، البته ترسناک، حرف میزنیم. در دنیا تحقیقات جنایی وجود افراد ناشناس اتفاقی نادر اما ممکنه. این افراد کسایی هستند که هیچکی اونا رو نمیشناسه، اصلا انگار که متولد نشدن یا به طور کلی فراموش شدن. درسته این موضوع به اندازه کافی ناراحت کننده هست، اما وقتی میشنویم تعداد زیادی از این افراد رو بچه‌ها تشکیل میدن، موضوع خیلی ناراحت کننده تر میشه. پرونده‌ای که امروز قراره در مورد اون بشنویم یکی از عجیب‌ترین اسرار حل نشده در تاریخ آمریکاست. در سال 1957 فاکس چیس بخشی از شمال شرقی فیلادلفیا محل زندگی خانواده‌های ثروتمند و مرفه شناخته میشد. بناهای تاریخی و فرهنگی و مناظر زیبا و طبیعت بکر جزو ویژگی‌های بارز آن بود. حیات وحش بی‌نظیری داشت که هر از گاهی شکارچیان غیرقانونی را به آن منطقه می‌کشاند. حوالی سال 1957 بود که یک دانشجو به اسم فردریک به منطقه فاکس چیس رفت. اون تفریحش این بود که به اون منطقه می‌رفت و دخترای خوشگل اون منطقه را دید می‌زد. یه روز به طور اتفاقی یه جعبه دید که به نظر می اومد یه عروسک داخلشه. نزدیکتر که شد از دیدن محتویات داخل جعبه شوکه شد و بلافاصله با پلیس تماس گرفت. پلیس ها به محل قتل رسیدن. صحنه خیلی عجیبی بود. پسر بچه روی بدنش زخم ها و کبودی های وجود داشت و برهنه کنار آشغال ها افتاده بود. اونا گفتن که به خودشون یه آدم رو با یه اتفاق افتاده، بعدش هم بچه رو به قتل رسوندن و مطمئن بودن که خانوادهش بعد از این مدتی با اونا تماس میگیره. آره آخه کی میاد بچه خودش رو مثلا بکشه به این طرز فجیعی که حالا این کشته بودن؟ یه سری عکس ها هست که توی ویدیو استفاده نکردیم اما اینجا میتونیم ببینیم. منطقه بررسی شد و شواهد دیگری به دست نیامد به جز کلاهی که مطمئن نبودن متعلق به او هست یا نه. پلیس جسد را به پزشکی قانونی فرستاد و آنها گفتند پسر دندانهای شیری در دهان دارد. سن او بین 3 تا 6 سال تخمین زده شد. پسر به شدت دچار سوء تغذیه و وزن او کمتر از 13 کیلوگرم و قدش 101 سانتی متر است. موهای او بعد از مرگش به صورت ناصافی بریده شده و چند تکه از آن به بدن او چسبیده. بدن پسر نشان می‌دهد او قبل از مرگ در محیطی که آب بوده سپری کرده است. پسر بچه ماده عجیبی از دهانش بیرون می‌آمد و گلوی او را گرفته بود. او بعد از مرگ به صورت عجیبی استفراغ کرد و آن مایع را خارج کرد. زیر چانه او زخمی شبیه به ال و در سر کشاله ران و قوزک پا نشانهایی از جراحی وجود داشت. چشم او علائمی را نشان می‌داد که به دلیل بیماری مزمن تحت درمان قرار گرفته است. تیم‌های پزشکی قانونی اظهار داشتند که وی به دلیل ضربه‌های شدید و متعدد به سرش درگذشته. دور تا دور سر او 4 کبودی ناشی از ضربه وجود داشت. زمان مرگش را 3 روز تا 2 هفته قبل تخمین زدند و به دلیل سردی هوا جسد او فاسد نشده بود. خیلی عجیب بود که بعد از اینکه کلی روز اطلاع رسانی کردن که پسر بچه گم شده ولی هیچ خبری از خانوادهش نشد، نه خانواده فامیل هیچ کسی خبری ازش نشد. باز موافقم، حتی اینا اومدن ردپای این پسر رو توی سوابق بیمارستان دنبالش کردن، جستجوش کردن اما نتونستن هیچی پیدا کنن، چون معمولا بچه هایی که به دنیا میان یه ردپا ازشون میگیرن و این ردپا رو اومدن مقایسه کردن و نتونستن پسر بچه رو بدن. برابر اینا فکر میکردن که این پسر به دست متولد فیلادلفیا نیست، چون در هر منطقه از فیلادلفیا که متولد شده باشه باید یه نشونه ازش باشه. آره خیلی عجیب بود که اصلا هیچ ردپایی چیز پیدا نکردن. میدونی تو این داستان بیشتر از این که دنبال این باشن که بگردن ببینن قاتل کیه، دنبال این بودن که ببینن هویت این پسر چیه، چون اول هویت خودش خب خیلی مهمتر بود تا قاتل. کلاه پیدا شده در صحنه جنایت در یک فروشگاه محلی ردیابی شد. فروشندگان آن ادعا کردند که مردی با لهجه خارجی آن را خریداری کرده. این کلاه هیچ ارتباط رسمی با پرونده قتل نداشت، اما کاراگاهان همه جزئیات را بررسی می‌کردند. تنها نشانه باقی مانده جعبه گهواره‌ای بود که پسر را در آن پیدا کرده بودند. جعبه دارای سریال و بارکد بود. پس از پیگیری متوجه شدند متعلق به یک فروشگاه مشخص است.
و فقط 10 مورد از آن فروخته شده بود. 8 مورد از آنها پیدا شد، اما 2 مورد دیگر هرگز پیدا نشد. به نظر من نمیتونیم بگیم که چون این پسر بچه داخل جعبه پیدا شده حتما این جعبه مال قاتل بوده، چون ممکنه از یه جایی سر راه برداشته یا از همون منطقه که آشغالا بوده از اونجا برداشتتش. من با این حرفت کاملا موافقم، یعنی اصلا معنی نداره که ما فکر کنیم این جعبه مال قاتله، ولی خب چون انقدر اطلاعات کم بود هیچ اینا به دست نیاوردن که به هر چیزی میچسبیدن که بفهمن این پسر متعلق به کجاست. بعد از این که هیچ اطلاعاتی به دست نیومد، هیچ کس جلو نیومد، نه دوستی، نه خانواده‌ای، نه همبازی، پلیس تصمیم گرفت یه احساس ملی میهنی به وجود بیاره. اسم این پسر رو گذاشتن پسر ناشناخته آمریکا و از همه درخواست کردن هر کسی که این پسر رو میشناسه جلو بیاد و خودش رو معرفی کنه. اما متاسفانه هیچ کس پیدا نشد. روزنامه نگارانی که این ماجرا را پوشش میدادن او را کودک ناشناخته آمریکا صدا میزدن و از هر کسی که اطلاعاتی داشت درخواست می‌کردند تا جزئیات هویت پسر را ارائه دهند. بیش از 400 هزار بروشور با چهره پسر در سراسر فیلادلفیا توزیع شد. در تمام قبض‌ها، در پمپ بنزین‌ها، در تمام روزنامه‌ها و مجلات عکس پسر بچه بود. اما هیچ کس با هیچ اطلاعاتی نیامد. 270 پلیس عضو آکادمی پلیس منطقه را به طور کامل جستجو کردند و باقی لباسی که متعلق به کلاه بود و پیدا کردم. یه نفر بود به اسم کلی که یه محقق جنایی بود. اون این حادثه تأثیر خیلی بدی روش گذاشته بود و واسه همین یه ماموریت داوطلبانه رو شروع کرد. اومد هر روز قبل از کار یا بعد از کارش 2 یا 3 ساعت وقت رو صرف میکرد تا توی سابق بیمارستان ها دنبال این پسر بچه بگرده، ولی هیچ پولی از اداره پلیس دریافت نمیکرد. یه چیز خیلی عجیبی که در مورد کلی وجود داره اینه که اون 9 سال زمان صرف کرد تا توی سوابق بیمارستان بگرده. ببین 1 سال 2 سال نیست، خیلی 9 ساله. اون انبار خیلی به هم ریخته بود، پس اون 9 سال زمان صرف کرد، اونا همه رو مرتب کرد، چک کرد، اما هیچ اثری از پسر بچه نبود. کلی استدلال میکرد و میگفت این پسر بچه در هر منطقه از فیلادلفیا که به دنیا اومده باشه باید رد پاش توی اینجا باشه، اما هیچی نبود. اون یه اعتقادی داشت و اونم این بود که میگفت که اینکه این پسر بچه کشته شده به قتل رسیده یه جنایته، اما اینکه هویتش دزدیده بشه دیگه خیلی وحشتناکه. نظم اصلا یه کشور به هم میزنه. دقیقاً، و فرصتی نمیده به هر کسی که بیاد برای خودش رو قتلی بکنه، یه نفر رو بکشه بدون اینکه کسی متوجه بشه. در طی این سالها تعدادی مضمون بالقوه وجود داشت. سناریوی اول، در سال 1960 یک روانپزشک به محقق جنایی پرونده گفت پسر متعلق به دختر خوانده صاحب پرورشگاه است. جاده‌ای که پسر بچه در آن پیدا شد 2.5 کیلومتر با این پرورشگاه کوچک فاصله دارد. این پرورشگاه مادران تنها و بدون ازدواج را در خود جای می‌داده است. داخل پرورشگاه یک گهواره قرار داشت که دقیقاً از همان مدلی بود که پسر در آن پیدا شده بود و پتوهای مشابهی در پرورشگاه نیز بود که دقیقاً شبیه همان پتوی پسر بود. دخترخوانده که حالا با پدرخوانده‌اش ازدواج کرده بود ادعا کرد که فرزند پسری داشته، اما در اثر برق گرفتگی از دنیا رفته و او هیچ ارتباطی با پسر یاد شده ندارد. سناریوی دوم، محققان متوجه شدند که پسر هیچ جای زخم واکسیناسیونی ندارد. این احتمال وجود داشت که والدینش به صورت غیرقانونی در آمریکا زندگی می‌کنند و یا حتی از کشوری دیگری به صورت گردشگری آمدند. در سال 1956، یک سال قبل از پیدا شدن پسر، پناهندگان مجارستانی زیادی به آمریکا آمده بودند. کارگاهان روزنامه‌های متعلق به آن سال‌ها را مرور کردند و با عکسی مواجه شدند. تصویر پسری مجارستانی که کاملاً شبیه پسر بود و گوشش دقیقاً شبیه گوش پسر بود. با کمک اداره مهاجرت و تابعیت عکس گذرنامه 11200 نفر را بررسی کردند. پسر و خانواده‌اش را پیدا کردند. آنها در کارولینای شمالی مستقر بودند. کارگاهان به آنجا سفر کردند و پسر داخل عکس را در حیات پیدا کردند که در حال بازی بود. آخرین سناریو و احتمالاً درست‌ترین سناریو.
25 فوریه سال 2000 یه روانپزشک با پلیس تماس میگیره و میگه که به خواسته مریضش میخواد گزارش قتلی رو بده. مریضش گفته بوده که میتونه یه باری رو از روی شونه‌هاش برداره، ولی شرطش این بوده که نمیخواد هویتش فاش بشه. اون به میم یا مارتا معروف شد. پلیس‌ها و کاراگاهان بعد از 43 سال یه فرد پیدا شده بود که میخواست یه راز قتلی رو بهشون بگه و اونا فکر کردن که این مسئله میخواد حل بشه. خب یکی دو سال که نبوده، 43 سال گذشته و این کاراگاه کلی و اون دوستش 43 سال رو این پرونده وقت گذاشتن و خیلی خوشحال بودن که برجت یه نفر میخواد بیاد اینجا یه حرفی بزنه در مورد این پسر. اتفاقا قبول کردن پیشنهاد این خانومو. دو سال مکاتبات اینا طول کشید و مارتا بهشون گفته بود که مثل اینکه زمانی که 10 سالش بوده با مادرش به یه مکان خیلی دور رانندگی میکنن و در اونجا مادرش در یه خونه ای رو میزنه، یه خانمی میاد بیرون که بچه به بغله و بچه دارن پوشکش خیس بوده. یه آقای از داخل خونه به مامان مارتا میگه که پول آوردی یا نه، و مادر مارتا یه پاکت پول میده و پسر رو میگیره. مارتا گفته که وقتی پسر رو آوردن مادرش بلافاصله پسر رو برده داخل زیرزمین و زنجیرش کرده و بستتش اونجا بستتش و از اون برای استفاده های جنسی استفاده می کرده. پس از دو سال مکاتبات به هر جهت مارتا قبول کرد که یه مکالمه رو در رو داشته باشه با کاراگاه ها. اومدش و اون تعریف کرده بود که زمانی که 12 سالش بوده ظاهرا نهار خوراک لوبیا داشتن و پسر این خوراک لوبیا رو استفراغ میکنه و مادر مارتا خیلی عصبی میشه و اینو روی پله ها میکشدش. عکسشو الان میتونید ببینید و این احتمالا سیاهی پاهای پسر به خاطر همین کشیدنا بوده. اینو میبره داخل حموم و هولش میده و سرشو ظاهرا چند بار میکوبه به زمین که باعث سیاهی های دور سرش میشه که بازم الان میتونید عکسشو ببینید اینا رو. و اینکه گفتن که مرگش به خاطر همین ضربه هایی بوده که خورده. آره. بعد مارتا مثل اینکه گفته این اولین بار و آخرین بار بوده که صدای این پسر رو شنیده بود، این پسر یه دادی زده بود اینا. بعدش هم مادرش دارن موهاش رو کوتاه میکنه و حمومش میکنه و داخل پتون میپیچنش و میذارتش صندوق عقب و با مارتا 12 ساله میزنن به جاده. و طبق گفته مارتا توی فاکس چیس نگه میداره مادرش، یه کارتون همونجا بوده، کارتون رو بر میداره و پسر رو میذاره داخلش. در همین موقع یه آقای ظاهرن با ماشین داشته رد میشده وای میسته و به مامان مارتا میگه که کمک لازم داری یا نه، ولی مادر مارتا قبول نمی کنه. این آقا میره و بعدش هم اینا جنازه رو میذارن و میرن. دیگه این رو تعریف کرده که مثلا همچین اتفاق افتاده، ولی گزارش مارتا کاملا از لحاظ کاراگاه پرونده درست بود. اما پلیس هیچ وقت قبول نکرد اینا، اونم به خاطر بیماری روانی که مارتا داشته. مثلا اینی که مارتا گفته بود که خوراک لوبیا خوردن شب آخر یه سری اطلاعات محرمانه بوده، فقط کاراگاه پلیس ها میدونستن دقیقاً و هیچی خبر نداشته. اون مایه که پسر بچه بالا آورده بود در حقیقت همون خوراک لوبیایی بود که خورده بود و این جزو اطلاعات طبقه بندی شده بود. یا اینکه چند روز بعد از اینکه پسر بچه پیدا میشه یه آقای تماس میگیره و میگه که من یه خانوم و یه دختر تقریبا 12 ساله رو دیدم که ماشینشون ظاهرا خراب شده بوده. وقتی بهشون میگم که میخواین کمکتون کنم اونا درخواست من رو رد میکنن. به نظر من مشکوک بودن و این هم جزء اطلاعات طبقه بندی شده و هیچ کس خبر نداشت از این. یعنی دو تا چیز بوده که به هم دیگه جور در میومد. آره، یعنی طبق گزارش مارتا درست بود. از اون مهمتر این بود که روانشناس مارتا، روانپزشک و روانشناسش معتقد بودن که در طول درمان مارتا عقیدش به هیچ عنوان عوض نشده. یعنی یه چیزی بوده که واقعا واسش اتفاق افتاده بوده و واسه همین تغییرش نمیده، چون آدم به روانی خب ممکنه که مثلا تغییر بده، توهم بزنه دیگه. میدونی مثلا اینجور بیماری روانی که توهم میزنه دیگه. اینا گفتن نه، تجربه مارتا کاملا تجربه واقعی بوده. خب مارتا بعد از اینکه هویتش تقریبا داشت لو میرفت، در صورتی که قول گرفته بود
مارتا خیلی آدم مثل این که دکترا داشته، استاد دانشگاه بوده و از آمریکا خارج میشه، در این حد ترسیده بوده و معتقد، یکی از همکلاسی کالجش گفته بوده که مارتا توی دورانی که ما هم اتاقی بودیم به من گفته بوده که مادر من یه نفر رو به قتل رسونده، ولی خب مشخص نشد که واقعا مثلا آیا مادر مارتا واقعا این کار رو کرده یا نکرده. قبول نکردنش. قبول نکردن و این پرونده حل نشد که نشد. خب این گزارش هم به اتمام رسید. امیدوارم از این گزارش خوشتون اومده باشه. لطفا ما رو سابسکرایب کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.